با سلام دوباره خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. همطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه امروز در واقع میزبان برنامه برگشته، صاحب خانه برگشته، بهش خوش آمد بگیم. روزه عزیز خوش آمدی، سلام عرض میکنم. سلام از من خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام دارم. دلتنگتون بودم، انشالله که بتونیم باز در خدمتتون باشیم. خیلی جات خالی بود، حتی در استودیو خیلی بیشتر جات خالی بود. در بازار املاک که انقدر شلوغ پلوغ بود که من نمیدونم واقعا چی بگم. روز عزیز، با توجه به جمع‌بندی پایان سال و حضور برگشتش در برنامه و در شهر، مهمان عزیزی رو که از دوستان خیلی خوب خود ما هم هست و سالها خدمتشون ارادت داریم به استودیو دعوت کردن، چون ضرورت دونستن در رابطه با خرید و فروش های خیلی تند و تیزی که این روزها در شهر میشه اطلاعاتی در اختیار شما بگذارن. جناب آقای شفیعی، آقای امیرزا شفیعی رو در استودیو داریم. عرض ادب داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیزتون و خیلی متشکرم از جنابعالی که منو دعوت کردید. همچنین خانم رضایی در خدمتتون هستم. انشالله که همیشه سلامت باشین و بسیار ممنونم از برنامه پربار و خوبتون. لطف دارید و انشالله که مفید باشه. مرسی از حضورتون، حتماً هم هستین. بله روز عزیز، سوغاتی برامون خیلی آورده، ما هم سوغاتی ها رو با شما تقسیم خواهیم کرد. اما در این که در برنامه امروز چه خواهیم داشت، مطمئناً مطالب برنامه برای اکثر هموطنانی که امروز با ما در این ساعت نشستن خوب خواهد بود. چرا؟ چون اگه خریدارین به نفعتونه، اگه فروشنده این باز هم به نفعتونه که راحت تر به خونه رو آماده تر برای فروش بگذارین. اگر در ایران اینو جز و هموطنان عزیز این که برنامه ما رو دنبال میکنین، فوت و فنهای اینجا رو امروز آقای شفیعی برای شما خواهند گفت. اون هم به در واقع تشویق خانم رضایی که جزو کسانی هستند که واقعا اعتقاد دارن در امر خرید و فروش حتما باید بازرس خانه باشه. اینی که برای شما این شرط رو میگذارن و همیشه خانم رضایی راجبش در برنامه صحبت میکنه، در واقع ایشونن، یکی مثل ایشون، یعنی حرفه کاری آقای شفیعی که بازرسی خانه رو داره موقعی که شما میخواید بخرین. این به ضرر فروشنده هم نیست، فروشنده هم اگر همین بازرسی رو قبل از اینکه خونش رو بذاره در بازار داشته باشه، بازم به نفعشه. درسته خانم رضایی؟ بله، معمولا این کارم میکنن دیگه. این کار باید انجام بشه. من از ضروریات هست که همیشه، نه حالا شاید تو برنامه‌های قبلم تکرار کردیم، بازرسی خانه جز شرایطی هست که حتما باید گذاشته بشه. چرا که یه سری از موارد ساختمانی هست که ماها در ظاهر نمیبینیم. یعنی خریدار باشید، ایجنت باشید یا هر کسی باشید، در ظاهر دیده نمیشه و این کار کارشناس هست که کارشناس باید بیاد خونه رو نگاه کنه، ببینه، تشخیص بده. مواردی رو که توی خونه هست به هر حال باید دیده بشه و با دستگاه مخصوص، با اون تخصصی که دارن، بتونن خونه رو بازرسی کنن که خدای نکرده فردا مخارج زیادی روی دست عزیزان نه. بله، خب پس اجازه بدین بریم برای به دست آوردن این اطلاعات از آقای شفیعی عزیز بخوایم که در مورد اینکه از کجا باید شروع کنن برای شما عزیزان بگن که اگه در جایگاه خریدار هستین این اطلاعات رو استفاده کنین، فروشنده این بدونین برای خونتون چی کار کنین، و یا گفتم اگر در ایران هستین تلفنی به شما خونه میفروشن بدونین که اگه اون خونه بازرس نداره، بازرسی نشه، باور تلفن خونه خرید و فروش میشه. روز عزیز وقتی که مسافرت بود با هم صحبت کردیم، گفتم باورت میشه در یکی از این منازلی که نبودی، چون ما وقتی با هم میریم خب قصه ها رو با هم میبینیم با چشممون، برای شریف که باورتون میشه آقای شفیعی قصه ها رو باید شنید دیگه، دیدنی نیست. خونه رو با تلفن فروختن، با تلفن روی فیستایم فروختن دیگه، اصلا به این به بازرسی دیگه نمیرسی. شما فکر کن خودش اصلا نبود که ببینه چی میخره و چیزایی نشونه این، یعنی هموطن میدادن که اصلا منی که اصولا هم میدونین شما خودتون که کارتونی، نه هر وقت میریم ما جلوی خونه همیشه میسته خانم رضایی تا بقیه بیان بیرون نفر بعدی بریم، میگه خب این قانون کاره. همه ایرانی ها با هم دیگه اون تو بودن دیگه، حالا ایرانی هن دیگه، سلام علیکو، همه با هم یکی تو اتاق خواب بود، یکی توی راه رو بود. اینجوری بود که من این صحنه دیدم و فقط این منظر بودم خب این خانوم
مشاور بالاخره بگی که مثلا این خونه چیا داره و هیچ کدوم از مشکلات خونه رو به زبون نیاورد جز اینکه خب زیبایی ها رو تلفن فقط فکر کنم پرده و مبلمان و اینا رو نشون داد ده. یعنی اون چیزی که خریدار دوست داشت بپسنده و عیب و ایرادایی که من هی گفتم الان میگه و وقتی متوجه شدیم که این دوست عزیز تلفنی خریده پیش خودم گفتم حضور شما دیگه الان واقعا ضرورت داره که بیایم به این هموطنان عزیزمون بگیم تلفنی خریدن آیا اصلا سوال اول ما این باشه واقعا تلفنی خریدن کار درستی خونه به هیچ عنوان این بزرگترین اشتباه یک خریداره که به صورت تلفنی حالا نبوده اینسپکتور که جای خود داره ولی به صورت تلفنی اصلا لوکیشن را ندیده موقعیت را بررسی نکرده یه همچین حرکتی انجام بدن. ببینید خانم احمدی و همچنین خانم رضایی خودتون بهتر میدونید نسبت هزینه‌ای که شما پرداخت میکنید به یه اینسپکتور بابت هزینه دستمزد وقتی اینو تقسیم بکنید به عددی که شما خونه میخرین اصلا یه عدد خیلی جزئی میشه بله. ولی من نمیدونم چرا اینقدر این کار سهل‌انگاری گرفته میشه و درست انجام نمیشه. بسیار من مواردی داشتم که خونه های خریداری شده بدون اینسپکتور و بعدن من به دلایلی رفتم اونجا بررسی های کردم و چه هزینه های سنگینی روی دست خریدار گذاشته شده. بنابراین من فقط با قاطعیت میتونم بگم تجربه این چند مدت من بهم میگه که به هیچ عنوان حالا از راه دور که جای خود داره ولی حتی در محلم که هستن بدون اینسپکتور. به هیچ عنوان خونه خریداری نشه. حقیقتش ما هم توصیه میکنیم ولی خب بعضی وقتا کلاینت ها متاسفانه اصراری که دارند باعث میشه خیلی ها میگن آفر رو فرم بذاریم یعنی نو کاندیشن در صورتی که من تا الان همچین کاری رو نکردم و حقیقتش وجدانم اجازه نمیده که یه خونه خریداری بشه و بعد مالک اون خونه بخواد هزینه‌ای رو که شما میفرمایید متقبل بشه چون یه سری از ایرادای خونه رو ما واقعا در ظاهر خونه نمیتونیم ببینیم بله. و این کار یه اینسپکتور از همینه که بازرسی ها حدودا 3 ساعت طول میکشه. خب 3 ساعت بیشتر از 3 ساعت که توی خونه نمیگردن درسته امکان نداره نداره یعنی در واقع دارن دنبال ایراد میگردن اینکه بیکار نیستن 3 ساعت وقتشون رو بذارن و توی این ساعتی پول نمیگیرن در واقع که بخوان حالا 3 ساعت وقت بذارن و ریز ریز دیتیلای خونه رو چک کنن. یه گزارش کامل میدین آقای شفیعی درسته؟ بله بله ما از یه گزارش ها معمولا 2 قسمت هستش. یه قسمتش مربوط میشه به هوم اینشورنسی که میخوان بگیرن نیاز دارن به یه سری اطلاعات اولیه مثل آمپراژ برق، نوع شینگل، کفسازی ها، دیوار و این چیزا. ولی در کنار اینها الان گزارش های جدید با فرم قدیم فرق میکنه. قدیم به صورت یه زونکن میدادن که الان هم انجام میشه کار غیر قانونی نیست ولی جدیدن سافرهای اومده که شما ای با ایرادای خونه رو عکس میگیرید تا اون هایلایتش میکنین برای کاستومر و برای ریال استیت و اونا بررسی میکنن و بر اساس چیزی که میبینن نگوشیتشون انجام میدن و اون دیل رو حالا یا کلوز میکنن یا میتونن تخفیف بگیرن میتونن بله. ویف کنن میتونن خیلی کارا رو انجام بدن بله. لااقل از اون قیمتی که مالک خواسته میتونن تخفیفی بگیرن به ازای مخارجی که این منزل داره میتونن این کار رو انجام بدن بله. خب به نفع خودشونه این بله. قیمت که شما فرمودین قیمت زیادی بازرسی خونه نداره و واقعا هم وقتی نگاه میکنین کاری رو که شما دارین در 3 تا 4 ساعت و گزارش رو که میدین و دقت حالا من چون خودم باشون تو خونه بودم اینو میتونم حقیقتا بگم یعنی با چشم دیدم کار میکنین خب زیر 500 دلاره درسته بله. زیر 500 دلاره و اگه به گفته یه روز عزیز که بعضی از صاحب خونه ها خریدارها حاضر نمیشندن حتما پول نیست روز جان این به قول شما اینه که میخوان مثلا فکر میکنن آفرشون برنده بشه بله. ولی نمیدونن این برنده شدن خونه چه بازنده تهش هست بله. و خیلی جاها دیده میشه که فروشنده ها ببینین اینجاست که شما باید متوجه بشین واقعا سرتون کلاه نمیره چون اون کلاه بیرون هست شما اگه دارین خودتون آماده میرین جلو سر میبرین جلو
شما بارها اشاره کردین که خیلی از هزینه ها رو شما میپردازین، مثل بله. همین مثلا بازرسی خونه، مثل مثلا چون خیالتون راحته دیگه بله. حتی فروشنده هایی من دیدم در بازار خیلی از خونه ها هستن که نوشته ما بازرسیمون آماده روشه. یعنی این خیلی خوبه که اگه فروشنده، چرا شما هم چه خریدار باید صداد کنه که آدم مثلا بخواد یه عیبی بگیره، فروشنده ای با خونه‌شو برطرف میکنه. برین دنبال خونه‌هایی که فروشنده ها هم حتی انقدر خیالشون راحته که بازرس میگیرن برای خونه‌شون. و اینو ما عادت نکردیم، من فکر کنم در ایران ما اینو نداشتیم. داشتیم آقای شفیعی؟ نه، به صورت این به این فرم رسمی که یه اینسپکتور بیاد و مسئولیت این کار رو به عهده بگیره، چون لایسنس دارین دیگه مسئول. البته خب ایرادایی که اینجا به هم میزنه خونه ها با ایران متفاوته. اینجا چون خونه ها چوبیه، اون مسئله آب گرفتن من فکر میکنم رطوبت بیشتر از هر چیز دوچار مشکل میکنه. مولد و رطوبت و حالا توی ساختار خونه، توی فونداسیون خونه یا کلن داشتن رطوبت، ایران کمتر با این مشکل مواجه هستیم و فونداسیون ها اکثرا سیمانی و بتون و این چیزها هست. خب شاید مشکلات کمتری رو داره به این شکلم. بله. تایتل بازرسی اینجوری نداره. ولی اینجا واقعا نیاز داره. خیلی مثلا نیاز بیسمنت هست. مخصوصاً بیسمنت. بله. غیر از حالا مسئله آب که شما اشاره کاملا درستی فرمودین، این مسئله خب ما اینجا اکثر خونه ها چوبی هستن. بله. مسئله رعایت کدها و اینکه یه اینسپکتور کد برق فکر کنم. بله. ما بسیار مطلب مهمی است که یه اینسپکتور جریان برق خونه رو بررسی کنه. بله. با آمپراژی که از خونه میبینه و نوع بریکرهایی که تو الکتریک پنلشون هست اینا رو بررسی کنه. اینا موارد بسیار مهمی است توی خونه های تورنتو برای جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی. بله. و اگر که این اطلاعات درستی به حتی به بیمه داده نشه و آتش سوزی صورت بگیره و بیمه متوجه بشه که این خونه به وسیله یه آدم غیر پروفشنال کار برقش انجام شده، اصلا اون هزینه بیمه رو کاور نخواهد. عجب. چیزایی که دوستان شاید کمتر راجبش بدونین. خریدارای الان خانم رضای عزیز، خیلی خریدار با مزه جدید چه فکری کرده بودن که اگه خونه اتفاق براش بیفته حتی ممکنه بیمه خونه قبول نکنه. بله. یعنی اصلا بین خیلی دقت حتی در رابطه با رطوبت هم بیمه. خب ما داشتیم کسانی که خریداری کرده بودن و اون مشکل رو اینسپکشن توسط اینسپکشن یا اون اینسپکتوری که اومده بود گوش زدم شده بود و اینا بی توجه بودن نسبت به این مسئله. خونه رو خریداری کرده بودن بعد دیگه بیمه قبول نکرد. خیلی حرفه، خیلی. یعنی این مطلب چه هزینه سنگینی رو اینا باید پرداخت کنن الان در همچین حالتی. خب حالا اگه بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، البته من یه کوتاه راجع به آقای شفیعی خدمتتون بگم، علتی که ما میدونیم میتونن ساختار یک ساختمون رو خیلی دقیق تر از فقط چارچوب کار در واقع حرفه‌ای خودشون که حالا به هر حال کدها و کامپیوتر و گزارش و دید خودشون و تجربهشون به شما بده در گزارش بازرسی یک خونه، مهمتر از همه اینه که اتفاقی که این وسط میفته ایشون خودشون تو در واقع چون بیلدر هستن کار ساخت و ساز زیاد میکنن، خب طبیعتا نگاه خیلی دقیقی به ماجرا دارن. بله. خیلی راحت تر یک ساختمونی که با شما میان بازرسیش کنن طبیعتا تمام ساختمون رو مورد نظر قرار میدن و توجه ویژه‌ای دارن بهش، که این خیلی حائز اهمیت، این به هر حال یک بونسه برای کسایی که شما با شما بله. کار میکنن. و از همه مهمتر من همیشه گفتم در هر شغلی وجدان کاری و اینکه انسان آدم رو بشناسه. ما بارها با روز عزیز در برنامه گفتیم خب همکاران شما خیلی زیادن در بزرگ، هم خوبش هم بدش. ما واقعا مشاورین خوبی در شهر داریم، ولی مشاورینی هم داریم که واقعا من نمیدونم این کار رو به عنوان یک کار دوم نگاهش میکنن، یک کاری که فقط پول ازش بسازن. چون خونه تلفنی فروختن من چند بار کردم، من بارها در برنامه روز عزیز میدونه گفتم میدل نیم من اصلا اسمش هست فضول، چند بار کردم که فضولی کنم و بگم باور کن جلوی خودم که چون اصلا جایگاه من نبود،
اصلا به من اصلا من نباید می بودم تو اونجا درسته. و ما نباید همزمان اصلا تو خونه می بودیم. اینجا آدم طاقت نمیاره آخه، باور کن که یعنی فقط یه ذره اگه خودت کنارم بودی می گفتم، چون یه ذره فشار فقط می خواستم که خب بگو، خب اشکال نداره بگو. و واقعا دیگه مونده بودم که خب بابا چی جوری داری آخه، بابا اینم باید بگی بهش، داره یه تلفنی خونه رو از راه دور مگه میشه؟ خیلی من صحنه‌های مختلفی دیدم تو تجربه کاریم، ولی این دیگه شاهکار بود، این دیگه یعنی آس آسش بود. باز حالا اجاره بخوان انجام بدن، چون شخص داره از ایران میاد به عنوان مثال یا از جای دیگه میاد، خونه ای رو بخواد اجاره کنه، میدونی موقت یک ساله یا موقتای مثلا دو ماه سه ماه هست، خب جا داره تلفنی، چون میاد اینجای جا و مکانی نداره، سختشون هست، نیاز دارن به اینکه یه فضایی باشه که حالا جایگزین بشه بتونن اونجا سکنا بگیرن، ولی خب برای خرید و فروش واقعا اصلا امکانش نیست. اصلا من میگم واقعا نیدیدم تو این همه سال. این دیگه خیلی شاه میگم آس بود، آس بود دیگه، زده بودن زمین هموطنان عزیز. اینه که باید خیلی مواظب باشین، مخصوصا اگه میگم یه موقع از خونه ها چندین میلیونی داریم راجبه صحبت میکنیم، پول های بادآورده است، خب حالا هر لوکیشنی هم بالاخره بالا پایینش خیلی شاید برای شما فرقی نکنه در رقم های بزرگ بادآورده، ولی وقتی شما دارین یه خونه یه میلیونی که مثلا خودش تازه 900 تا میارزه 1,300,000 میفروشی، خب این دیگه اون هزینه هم تمام زندگی طرف دیگه که رفتی تو فشار گذاشتینش و دارین بهش مثلا چه میدونم مبلمان و پرده نشون میدین به جای خونه و اشکالات خونه. خانم احمد اشکال از خودمونه جسارت. بله من که میگم کلا فقط تنها که نیست، سرم میخواد برای گذاشتن. ما سر خودمون تقدیم میکنیم، سر رو خیلی راحت تقدیمشون میکنیم که این کلاه رو بذارن. علی رغم این همه اطلاع رسانی، حالا شما از یه بخشی که خودتون هستید، ببینید هر هفته داره این مسئله عنوان میشه، ببینید در کل شهر چند بار توی چقدر از حالا سوشال مدیا، اصلا چقدر شاکی، چقدر افرادی که چقدر الان میتونن بله بگن، ولی باز هم هستن هموطنایی که دارن این کار رو میکنن و بعد گله میکنن که آره فلان ایجنت این کار رو کرد. خب شما خودتون مایل هستید، بعضی وقتا باور نمیکنید اصرار بیش از حد خود خریدارا گفتین میگه ما رو مجبور میکنه و بعد ما بد میشیم. چرا؟ چون ما انجام دادیم دیگه، کننده کار ما بودیم و اون موقع است که میگن آره ایجنتمون اینجوری بود، در صورتی که متوجه نیستن اصرار بیش از حد اونا هست. ما خودمون باید مواظب باشیم، در واقع خودمون باید متوجه باشیم در جایگاه خریدار که نه منطقی خونه به هر حال خریداری میشه، چه عجله‌ای هست. حالا میخوان سرمایه گذاری کنن، براشون مهم نیست که حالا چه خونه‌ای باشه، فقط پولامونو بکنیم دلار بیاد کنیم به یه سرمایه گذاری. الان بیشتر خریدارا متاسفانه این مسئله است و ما با این خیلی مواجه هستیم. خانم رضایی من یک خاطره تو هم با تجربه است خدمتتون بگم، تو تکمیل فرمایش شما که میفرمایین که ایجنت اصرار به کار درست میکنه ولی خریدار تاکید داره. من کاندوی یکی از خانوما خریده بودن، ایجنت ایشون هم اون خریدار دوست من بود، هم ایجنتشون دوست ما بودن، دوست خانوادگی. اون خانم به قدری خریدار عاشق این کاندو شده بود، میگفت اصلا قیمت عالی و من اصلا نمیخوام کسی اینجا رو ببینه بازدید کنه، وامش هم اوکی شده بود و اصرار داشت که دیل ویو بشه. ایجنت ایشون اصرار زیادی میکرد که اجازه بده ما خونه را بازرسی کنیم. بعد به طور خیلی با اکراه زیادی خریدار قبول کرد که من برم و دو ساعت اون خونه را بررسی کنم. دقیقا این اکرای میونه کلامتون اکرایی که میفرمایند و میبینیم به چشم، یعنی دقیقا با این واقعا اکراهه، یعنی مثل این که مثلا مجبورشون کرده باشیم که یه کار اجباری رو، خب حالا چون شما میگید اشکال نداره، حالا اتفاقا که افتاد توی این کاندو هیچ کس باور نمیکرد. توی کاندومی ها معمولا اصلا حالا منم خیلی اصرار نمیکنم به بازرسیش. حالا بزنید چه اتفاق افتاد. من رفتم کاندو، دیوار رو بررسی کردم، ما دستگاه‌هایی داریم که خیلی دقیق یه چیزای خیلی که با چشم طبیعی دیده نمیشه رو. من روی یکی از دیوارا که دستگاه گذاشتم، دستگاه من صدا میده، الارم میده. اصلا نگاه کردم دیدم این طرف همسایه، اون طرف همسایه، بالا همسایه، ما اینجا اصلا بحثی به عنوان رطوبت نداریم.
خیلی قصه طول و دراز داره، یک ساعت و نیم ما قرار بود اونجا باشیم. من 3 ساعت این دیوارا رو بررسی کردم، فکر کردم دستگاه هم ریست نشده، ریستش کردم و خیلی رفتم جلوتر تا اینکه متوجه شدم که دیوارهای این کاندو رنگ شده. در یه نقطه من اون که من شروع کردم دستگاه را بذارم روی دیوار، دیدم یه نقطه سیاهی وجود داره. اون نقطه رو ردگیری کردم، رفتم توی یکی از این کمودا اینا مسئله رو پیگیری کردم. سرتون رو در نیارم، زمانی بود که ماری جوانا توی این کشور بله. من بود. بله میکاش توی گلدون و اینا درست میکردم توی این آپارتمان. قبل از فروش ماری جوانا کشت میشد و بعد سریعا این خونه رو رنگ کرده بودن، گذاشته بودن توی مارکت که نمیفهمی کسی که معمولا آپارتمان اصلا. بعد اون خانم خریدار چقدر خوشحال، چقدر تشکر کرد از اون ایجنتش که باعث شد که، چون اگر این خونه رو میخرید و گاورمنت متوجه میشدن خیلی قضیه بله گرفتاری داشت. بله اصلا مولد ممنوعیت، برای همین دستگاه بله. شما صدا میکرد، برای اینکه اون مولد نمیره به هیچ وجه، این دیوار رو باید بکنن. ولی ببینید حتی ایشون که خودشون بازرس بودن باید میگشتن ساعت بله با دستگاهاشون، با دستگاهایی که داشتن باید میگشتن. حالا فکر کنید من خریدار وقتی که وارد میشم، خب ظاهر قشنگ خونه رنگ شده، هیچ مشکلی هم نداره، اونو میبینم. این که ما اصرار میکنیم که حتی هزینه بازرسی رو خودمون متقبل میشیم که خریدار نخواد، بازم بدهکاریم. آره اون اکراه بازم هست، چون در زمانشون یه خورده تأخیر ایجاد میشه، نگران هستن نه نمیخواد، یا یه دور از اون بازرسیشون، از اون بازدید خونه کم میشه دیگه. درسته. یک مرتبه اینا میتونن بازدید داشته باشن، دو مرتبه مثلا بازدید داشته باشن، یک بارش رو باید اختصاص بدن به بازرس. به خاطر همین خب اکراهی که دارن یه خورده به خاطر همین مسائل هست. ولی حاضر ما که لااقل کاری که میکنیم در خیالتون راحت بشه، مثل ایجنتی که ایشون گفتن اصرار کرده. خب خیلی خوبه. به هر حال دوستان الان متوجه میشین که خیلی از، حالا این یک واقعا یه مثال کوچیکش بود که من خودم هم گفتم تو آپارتمان از منم بپرسین، شاید بگم مثلا واقعا نیازی نیست. خونه بازم مورد دیگه هست تو آپارتمان، ولی این یه خاطره بود من خواستم بگم. خونه که واقعا ضروریه، مخصوصا حالا ببینید خونه نو خودش به یک دلایلی ضرورت داره، حتی که خونه نو نو هم ساخته میشه، شما خودتون تو کار ساخت و سازی ضرورت داره. خونه های قدیمی که دیگه مزید بر علت ضرورت های خودش رو داره که چرا بازرس میخواد، مخصوصا خونه هایی که دوره‌ای که الان خانم رضایی خرید و فروش داره میشه، که من نمیدونم با این خونه ها مردم میخوان بعدن چیکار کنن. واقعا اگه بازرس نبردین، اگه ایرادای خونه، یعنی خیلی از دیلاتون فرم رفته. بله بدون کاندیشن بله. دیلا رفته، تموم شده، یک روزه خونه رو خریدین و واقعا خدا رحمشون کنه وقتی میان توی خونه. وقتی که آمار رو نگاه میکنید که میانگین مثلا خانه، ما داشتیم در طول سال توی برنامه هامون که 17 روز بود خانه ها در مارکت میموندن، خب 17 روز میانگین بود، یعنی کمتر از این هم ما داشتیم، و ببینید که چقدر سرعت بالا در انجام معاملات بالا بوده. بله. خب نشون میده که 7 روز که کاندیشن وام بوده، بازرسی بوده، اینا چطور پس شده؟ مشخص. حالا یه سوال اساسی که حالا واقعا الان شاید به این نکته رسیده باشیم که بازرس نیاز هست برای خریدتون، برای اینکه خیلی هنوز ما به طبقه، یعنی درم وا نکردیم بریم تو که آقای شفیعی تازه بخوان، بعد خیلی برنامه باید بیاد پیش ما که ما درو وا کنیم تازه بریم بگیم چه کارهایی انجام میدن و چه مسائلی رو در خونه باید بررسی بشه. ولی در این که بازرس خونه ببرین، حتما ببرین، مخصوصا در همین جای کانادا که دارین خرید میکنین، در شهر خودمون تورنتو. ولی اگه جمع‌بندی بخوایم راجع به امسال داشته باشیم، خونه‌هایی که به هر حال ما داریم وارد سال جدید میشیم، وارد یه دوره‌ای که ما نمیدونیم بازار چه خواهد شد، میگن بازار خوب خواهد بود، حتی به بابل هم میگن ممکن دوباره برسه بهتره که، نه کسی میدونه میرسه نه کسی میدونه میتره، که اصلا از این قضایا گذشته، هیچ کس نمیدونست کرونا میاد، هیچ کس هم نمیدونه کی خواهد رفت و هیچ کس هم نمیدونست کرونا انقدر افزایش قیمت رو هم داره. ما میگفتیم توی کرونا افت قیمت داریم، ولی نشد یک بار آمار از هیچی پایین نیامد، از هر ماه داشته باشیم که بگیم افت قیمت داشتیم. نمیدونم استاک پایین اومد، چی پایین فقط اومد؟ یه
تعداد معاملات رو توی یک ماه و نیم ما فقط داشتیم کم که آروم داشتیم. آروم بود، اونم سلو شدن بازار بود، بلکه که طبیعی همیشه داشتیم دیگه. ولی حتی زمانهایی در تابستان بود که ما همیشه میگفتیم مثلا آگست یه خورده خب معاملات کمتر، امسال اصلا خبری نبود به خاطر اینکه مارچ اپریل یه خورده بازار کم بود دیگه، در ماه آگست ما همچین چیزی رو نداشتیم. بله الان این پیش بینی رو واقعا کسی نمیدونه چه خواهد شد، ولی حداقل میدونین اگه در هر دوره خرید میخواین بکنین حتما بازرس ببرین، حتما مشاوری انتخاب کنین که مسئولانه و با وجدان برای شما حرفه‌ای نشونتون بده. به هر حال بدونین چی دارین می‌خرین. تلفنی اگه مشاور شما داره، حتی اگه نمیدونم خیلی وقتا این درصد پوله، درصد کمیشن اینا خیلی اثر میذاره روی شما و نمیدونین که از اون ورش چقدر ضرر بیشتر میدین. خیلی چیزا میتونه این مجموعه رو کامل کنه. خیلی از مسائلی مثل این که چرا بعضی از مشاورین املاک اصلا دوست ندارن خونه بازرسی بشه، خب یه مشاور املاک مثل روز رضایی اصرار میکنه، یا مثل دوست ایشون اصرار میکنه که خونه بازرسی بشه، یکی هم اصلا بازرس خودشو داره، آماده داره و برگم آماده است میذارن اونجا. اینا دیگه حالا چی جوری این ریسک ها رو زیاده دیدی گفتم این خیلی من باید بگم تا روز بگه چه خبره. آخه نمیخوام خب همش انرژی منفی بفرست. آخه اگه ندونن چه اتفاقی داره میفته، ولی واقعا مشکلی که داره وقتی شما میگید ما بازرسی رو قبول میکنیم، متاسفانه به خاطر اینکه یه سری از همکاران عزیز ما بازرسای آماده با برگه های آماده دارن، مثل نسخه های تو مثل نسخه های پزشکان آماده، عزیزان فکر میکنن که ما الان منظورمون این هست که یه گزارش غیر واقعی رو بدیم، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. وقتی که ما کسی رو انتخاب میکنیم، لااقل من نوعی میتونم بگم وقتی که بازرسی رو برای شما انتخاب میکنم، فقط به خاطر آرامش خیال خود من هست که معامله ای رو که دارم براتون انجام میدم از همه نظر مورد اطمینان باشه. حالا که دوستان عزیزم هستن که نسخه های آماده رو دارن و سریع میفرستن و بدون هیچ بازرسی، بدون هیچ وقتی، این ایراد هم داره. حالا هستش، یعنی واقعیت بازاره. شما قشنگ زنگ میزنن میگن که کسی رو سراغ داری؟ فهم خواهی بید نگاه کنه بر برگشت رو فقط میخواین. خب این برگشت شما، من اصلا نمیدونم لایسنس های شما رو، من میدونم توی وام داریم این کار، تو همه کاری هست، تو بیمه ماشین، بیمه ماشین این برگای صورتی رو تا سالها میفروختن، سالها میفروختن تا بالاخره تصادف شد، ماشینا رو گرفتن، مردم صدمه دیدن، متوجه شدن، خب بعد دیگه همه چیز کامپیوتری شد. خب همه کارا همینطوره، بازرس خونم همینه. فکر نکنین اگر هم به شما گفتن بازرسی خونه رو داریم خیالتون راحت باشه، بازرسی هم میتونه یه برگه فقط باشه. حالا کی شما بری شکایت کنی و کی؟ بله خیلی از خونه‌ها به دادگاه کشیده میشه، خونه‌ای که دیگه پشت دیوارای حتی سیمانیش مولده یا گرفتاری‌های زیادی داره، یا اصلا روی آب، خیلی از خونه‌ها روی آب نشستن ولی جز شما کسی نمیفهمه. بله. بعدها شما متوجه میشین که پایه خونتون چه اتفاقاتی براش میفته، چه ترکایی خورد، بالای 400-500 هزار دلار خرج اون خونه ها میشه، ترکایی که توی فونداسیون هست و باعث میشه زمستون آب توی این نفوذ کنه و اون رطوبت رو بالا بکشه. این مشکلاتی هست که وجود داره. اخیراً تکنولوژی های بازرسی بسیار بالا رفته و دستگاه های اومده که خیلی کار را راحت تر کرده نسبت به قدیم. ما الان دوربین های اینفراد کامرا داریم که خیلی راحت میتونیم سطح رطوبت آب رو در یه نقاطی مشخص بکنیم، جایی که هیدن شده رو خیلی راحت میتونیم چک بکنیم. عرضم بزرگتون که کلن بحث اینسپکتوری رو ما اگر بخوایم واقعا وارد مقولش به صورت دیتیل بشیم که خب یه داستان مفصل و طولانیه، ولی همونجور که شما فرمودین خانم رضایی، بحث رطوبت در این کشور بسیار مهمه. خانم احمدی، بعد از بحث رطوبت بحث نشستا، کرک که در ساختمان به وجود میاد و سیفتی هایی که تو ساختمان باید انجام بشه، اینا مطالب مهمی است که یه اینسپکتور باید خیلی بهش دقت کنه. حالا من نمیدونم، زمان اجازه نمیده، وگرنه من یک چیزای شماتیک کلی میگفتم که حتی دوستانی که الان حتی خونه
ساکن هستن، اینا رو بهش دقت کنن که اگه یه روزی خواستن اونجایش که میشه به صورت خلاصه اگر مورد هست خود ماهایی که خونه داریم مثلا باید چیکار کنیم؟ ببینید اولین مورد اینه که در بیسمنت هاتون هر چیزی رو که روی زمین گذاشتید مثل دوشک، مثل یه چیز پلاستیکی، اینا وقتی که با سطح زمین در تماسه به علت اینکه اونجا هوا در جریان نیست و اون سیرکولیشنی که در خونه باید انجام بشه صورت نمیگیره، اگر این مدت از 6 ماه رد بشه و بالا بره نسبت به اون زمان و اونجا هیچ حرکتی صورت نگیره، قطعا ما زیر اون بسته یا زیر اون دوشک یا زیر اون چیزی که گذاشتیم توی بیسمنت حتما یک مسئله رطوبتی پیدا خواهیم کرد. خب اولین توصیه من اینه که حتما مخصوصا در مواقعی که بارندگی زیاده کسایی که تو خونه هستن سری به بیسمنت بزنن، یک کلوزتی را بازدید کنن، یه مقداری نگاه کنن، شاید یک حرکت آب را در اون لحظه اول که به صورت نم و رطوبت داره به وجود میاد میتونن با یک تغییر شیبی که از بیرون داره به وجود میاد این مسئله رو حل کنن. 99% آبهایی که از بیسمنت وارد خونه میشه به دلیل سطح آبهای زیرزمینی، سطح آبهای بیرونه که از خونه دور نمیشه. خب برای همین کد به ما میگه که ناودونای ما باید حدود 6 فیت یا 2 متر آب را از خونه دور کنن. خیلی ها این ناودونا جدا میشن، دیسکانکت میشن، آب میریزه در مجاور فوتینگ و این باعث میشه که آب به پایین نفوذ کنه. یه بازرسی سطحی اطراف خونه کردن و یه نگاهی به ناودونا داشتن اینا میتونه جلوی یه خسارت خیلی عظیم را بگیره. اگر آب رخنه کنه و وارد بیسمنت بشه اون وقت ترمیم کردن و مرمتش بسیار هزینه بره. نگاه کردن به اطراف خونه و تغییر شیبی که از ما باید تمام تلاشمون بر این باشه که آب از سطح اطراف خونه دور بشه. این خیلی مطلب مهمی در بحث رطوبت. وقتی که وارد خونه میشیم مسئله برق که خب یه داستان جدایی داره، به هیچ عنوان، من تاکید زیادی میکنم، به هیچ عنوان افراد غیر لایسنس دار حتی اجازه جابجایی یه لامپ رو بهشون ندید، چون همون یه لامپ اگر در مدارش درست انجام نشه و اون مقدار باری را که باید یه لامپ اضافه تحمل کنه را نتونه برآورد بکنه، اون خودش باعث خسارت زیادی میشه. ما در زمینه برق حتی با جریمه های غیر نقدی، تنها موردی است در ساختمان که اگر کسی بدون لایسنس دست بزنه غیر از جریمه نقدی زندان هم داره. عجب. بله. یعنی برق اصلا بحثه. شما پلامینگ را میتونید لوله کشی را به یادم هندی منم بدید انجام بده و ممکنم از مشکلی پیش نیاد که اونم من توصیه میکنم به لایسنس دارا بدین، ولی اون اگر اتفاقی بیفته جرایم نقدی و این چیزاست. ولی برق زندان داره. بله برق اصلا این بنده خدا باید بره زندان دیگه. موردی دارم فکر میکنم که بله این خونه تلفنیه ولی باور کنین که دوستان خیلی دقت کنین، یعنی اینا رو شوخی نگیرین، چون حالا این هندی منی که گفتین و حالا بیسمنتری یه جوری جمع و جورشون رو همه خونهایی هم که دوستان الان دارن میفشن میگن با این کام زیرزمین. خب شما زیرزمینا رو میخواین اجاره بدین، اینا همه نمیدونین چجوری توش کار شده، به فایر دیپارتمنت بیاد، گرفتاریش خیلی زیاده، ولی میگن اگه برقش لایسنس دار نباشه حتی زندانی هم داره دیگه. ببین تا چه حدی. فکر کنم 2 یا 3 هفته پیش بود، شما هنوز مسافرت بودین خانم رضایی، شما حتما در اخبار شنیدین یه خونه آتیش گرفت در نوردیو، که تو خونه که خیلی آتیش میگیره تو شهر، همینجور روزانه داره آتیش میگیره، ولی این صاحب خونه به خصوص ایرانی بود. و خب خونه مثلا تو هر اتاقش به یکی اجاره داده بودن، در حالی که خونه اصلا ساختارش یک خانواده ای بود، یعنی یه خونه بود که یک خانواده فقط باید زندگی میکردن. خب این خونه آتیش که یه نفر توش مرد، حالا تو فکر کنین، شما فکر کنین در اون آتیش سوزی یک نفر کشته شده و حالا فایر دیپارتمنت میاد، همه میان چک میکنن، کدا رو چک میکنن، کی چه کار کرده. این تعداد افرادی که الان ایرانی ها، خب خیلی دوستان عزیزی که الان میان اتاق اتاق کرایه میکنن و
خب اینا همه همینی که شما گفتین تش میرسه به زندان، یعنی اینجا انقدرم بزن و در رو نیست که الان دارین این خونه هایی که شما میخرین گرفتاری های بعدیش هم فکر کنین، مخصوصا اگه قرار زیرزمیناتونو اجاره بدین. و من هر یعنی واقعا ما داریم سعیمونو میکنیم که با هر زبانی که دیگه ساده تر از اون هست به شما بگیم که چقدر باید مراقب باشین. ما نمیگیم شما اگه میخواین خرید کنین حتما به خانم روز رضایی زنگ بزنین، اگر بازرس خونه میخواین حتما تلفن آقای شفیع اینجا هست زنگ بزنین، ولی هر دوی اینا مشاوره رایگان دارن. حداقل سوال کنین. ما داریم با وجدان ترین، با تجربه ترین، درست ترین آدمایی که در این شهر اطلاعات، هر کسی نمیاد این همه اطلاعات بده و حاضر بشه که بگه مشکلاتی که در کامیونیتیمون داره میگذره چی هست. بنابراین استفاده کنین از این موقعیت، حداقل اطلاعات رو جمع‌آوری کنین، هر چقدر آگاه‌تر برای خرید برین، هر چقدر آگاه‌تر بتونید با مشاورتون مشاور، اصلا اسمش روشه، مشاوری که انتخاب میکنین باهاش باید مشاوره کنین، باید باهاش اول بشینین مثل یک کسی که میخواین استخدام کنین استخدامش کنین، ببینین که چجوری داره به هر حال از خواسته های شما با خواسته های شما کنار میاد. اولین چیزی که شما به مشاورتون میگین چقدر پول به من برمیگردونین. شما از حق اون که بزنین و بخواین مثلا 4000 تا 5000 تا به شما برگرده، بین 40 تا 400 هزار تا شما ضرر میدین. بنابراین حق اونا رو بذارین سر جاش باشه، ولی یک خرید درست براتون بکنن، یک کار اساسی بکنن که ضرر ندین در خریدتون یا فروشتون. شما دنبال حق بقیه نباشین، دنبال به دست آوردن حق واقعی خودتون باشین. این روش رو اگه دنبال کنین همه موفق میشیم. دروغ میگم؟ واقعیتی این راه درستی رو انتخاب کنن، فکر نمی کنم هیچ کس پشیمون بشه، چون هیچ کس هم مجبور نمیشه روی تلفن خونه به شما بفروشه چون میدونه حقشو میگیره. اون میدونه که شما احتمالاً حالا به هر حال یه معامله‌ای با هم داشتین، باور کنین یک دونه ای با خونه رو بهش نگفت. اینقدر این خونه عیب داشت، اینقدر این خونه عیب داشت که من گفتم خدایا، یعنی واقعا من وقتی شنیدم ایشون خریده گفتم خب این از ایران بیاد، آخه احتمالاً دعواشون میشه، احتمالاً نمیدونم 100% دعواشون میشه. اولش هنوز اطلاع ندارن، میدونید به خاطر تفاوتی که توی خونه‌های ایران و اینجا هست خیلی هم متوجه ایرادان نیستن. یادتون هست میگفتم خونه سرنبش برای ما ایرانی ها خیلی خونه بهتری بود، ولی اینجا که میان خونه سرنبش واقعاً خونه ای هست که خب دیر خرید و فروش میشه. در نتیجه به علت عدم آگاهی عزیزان شاید اوائلش دعواشون نشه. این خیلی واضح بود، این یه اینقدر تابلو بود که ایراداش دعوا میشه، فکر کنم دعوا بشه. ولی به هر حال واقعا امیدوارم که حالا این مجموعه برنامه های ما، مخصوصا در پایان سال ما سعی میکنیم که آنچه گفتنیست به شما بگیم دیگه، اونچه رو که قراره که گوش بگیرین خودتون باید بگیرین دیگه. بعد از اون ببینیم، انقدر تو مسائل مهاجرت الان داستان هست، انقدر دیگه پیچیده تر از اینا که حالا خونه، من همیشه گفتم بزرگترین تصمیم گیری یک خانواده است، رقم درشتیه، یه زیر 1,000,000 از آن نمیشه حرف زد، ولی بزرگیست و امیدوار کننده برای هر خانواده‌ای که زندگیشون رو تشکیل میدن، چه اولین خونهشون باشه چه خونه سرمایه گذاریشون باشه، به هر حال پول زیادی میذارن. مهاجرت امید مردم رو میکشن، میدونی یه پولی خرج میکنن، دوستان یه پولی از دستشون میره، اکثر اینایی که زنگ میزنن یا میگن مثلا 5000 تا از زبان گرفتن جواب تلفنمون نمیدن، یا دادی که خونه پرش در 20 تا از دست میدن دیگه، بالاخره هر کس که توی فایلاشون شده، بله اونا دیگه فاجعه است، اونا دیگه اون فایلا رو واقعا اونایی که ریجکتی گرفتن یا مداره که نادرست رفته توی فایلشون، اونا دیگه خودش یه داستان جداست، اونا اون خونه میشه که مثلا آبم زیرشه، گرفتاریش خیلی زیاده، برقش سوختگی بالاتر، بله. ولی به هر حال ما میگیم مهاجرت اگه پول از دست شما فقط بره خب ضرر مالیه، ولی چون امیدتون میره، زمانتون میره، مدارک قلابی میره داخل، خب ایناست که خیلی ما فشار میذاریم که اطلاعات کامل و درست پیدا کنین، بعد راهتون رو انتخاب کنین. ولی خونه واقعا فرق میکنه، خونه شما مشاوره دارین، رایگانین، میشینین باشون حرف میزنین، ما داریم اطلاع رسانی میکنیم،
حق انتخاب دارین. اینقدر عجل، اینقدر این بازار به خدا اینقدر داغ نیست، یعنی این خونه ها اینقدر داغ عجله لازم نیست. آفرین، اینقدر این خونه هایی که الان داره خرید و فروش میشه بازار عملا من همه شما باید خراب کنم دنبال خونه میگردم. تو کنم دو سال شدی اون دیگه واقعا شما باید یه چیزی بگی، من دیگه واقعا روم نمیشه. ولی واقعا خونه ای که باب میلتون بوده تونستیم. نه خب ببینیم، ما دروگر ارزونو نمیدونم فلان هم نمیخوایم، ولی اینایی هم که الان داره فروش میره واقعا باید خراب شن، اصلا قابل زندگی نیستن. و نمیدونم دوستان دارن چقدر سری و سر دارن. خیلی از این خونه ها واقعا باید فقط خراب شن، ندارن ارزش این همه سرمایه گذاری که شما تا 5 سال دیگه هم بهتون جواب نمیده، چون خیلی دارن گرون بهشون میفروشن خریدار. وقتی که خب آمار میاد 14% نسبت به سال قبل ما افزایش قیمت داشتیم، خیلی چون سال قبل خودش اضافه بوده، خودش اضافه بوده امسال حالا 14% فکر کنید اگر کرونا نبود چه اتفاقی میافت. بدی دونه خونه خوبم هم نمیره، همه خونه هایی که در ما 11,000 معاملات ملکی داشتیم، اصلا برای خود ما هم عجیبه. چه آمار جالبی آماری هست که به هر حال الان توی خود خب دولت که بعدش نمیاد، همجور داره لند ترانسفر تکس میگیره، همجور داره مالیات ها رو میگیره، خداش هم از این معامله ها بشه. درست. چرا که نه، به هر حال دوستانم دارن از بیرون پولو میارن، ولی به هر حال امیدوارم واقعا موفق باشید. ولی حداقل کمترین کاری که ما بتونیم بکنیم اینه که به شما این اطلاعاتو بدیم. در برنامه آینده فکر کنم روز عزیز اگه موافق باشه آقای شفیعی رو بیشتر نیاز داشته باشیم. خبر بدونن در خدمتشون هست به چند دلیل. حالا من برای دوستان باز میکنم به دلایل مختلف. این دوستان عزیز ما نه تنها در شغلشون به هر حال یک جورایی رابطه کاری هستن و وابستگی کاری دارن، در جایگاه دیگری هم که گفتم به جان کاری میتونه خیلی مهم باشه، شناخت هنرمندان شهر به هر حال با ارزشه که آدم بدونه کسایی که کار هنری میکنن خب روحیاتشون هم فرق میکنه، یه ذره نگاهشون هم اصولا به جامعه، به دنیا، به همه چی فرق میکنه. نگاهشون نگاه بیزینسی، آفرین، بیزنسی نیست، یک نگاه به هر حال فرهنگی، یک نگاه آمیخته قشنگیه، خوبه. دو دوست ما هم که اینجا به هر حال می‌بینین هر دو هنرمند هستن. شاید هم ما در یک برنامه هنری خارج از بیزینس میزبان هر دو باشیم. جناب شفیعی که به هر حال سنتور می‌زنن و بسیار هم زیبا می‌زنن در بسیاری از مجالس خیلی بزرگ، شاید شما ایشون دیده باشین در خیلی از جایی که هنرنمایی کردن، شاید چهره‌شون رو بشناسید. البته وقت سرتون پایین می‌زنین، من نمی‌دونم که حالا به هر حال چقدر دوستان دقت کردن، ولی به هر حال یکی از هنرمندان خوب ما با استاد سعید نعیم‌منش بسیار تنگ دوست هستن، انسان‌های شریفی در کنار هم کارهای هنری میکنن و دوستن. روز عزیز همینجور البته ما جز آماتورا اختیار داریم، صدای خوبی داره، برحال قول داده روز برامون بخونه، هم میزنه، هم در کار نوازندگی، هم خوانندگی، برحال و عاشق کار هنری و فرهنگی. این برحال اهمیت داره که شما انقدر اهمیت میدی به کار فرهنگی و هنری. اینه که در یه برنامه شاید انشالله به کار هنری شما عزیزان بپردازیم، نه فقط به کار بیزینسی تو. واقعا یکی از افتخارات من اینه که در این تورنتو با هنرمندای بزرگی آشنا شدم که خب اکثرشون رو که تقریبا 100%شون شما میشناسین، که الان چون اسم یه نفر آوردید من فقط ایشون رو میگم، استاد سعید نعیم‌منش. واقعا من شاگرد ایشون هستم و ایشون بسیار انسان وارسته بزرگ. بله، بسیار انسان شریفی، بسیار انسان خوب. بله، بسیار کسانی که سعیدو میشناسن من جمله خود خانم رضای عزیز، بسیار از انسان‌های خوب، شریف و به هر حال در جایگاه موسیقی خودش از استادان خوب، با استادان بسیار حرفه‌ای همیشه رو صحنه کار کرده و ولی خب بسیار خجالتی. بله. پشت صحنه، آرام و پشت صحنه. و رزومه‌ای که ایشون داره در کار موسیقی واقعا کمتر کسی. نه، نظیر شما حداقل تو تورنتو نداریم واقعا. بله. ولی خب بسیار آرام. چند بار در برنامه که هنرنمایی کرده باورتون نمیشه هنرمنداری ما که در استودیو داشتیم خوندن برامون، سعید خان همینجا پشت صحنه زده، دوربین رو نذاش بذاریم روش، هر کاریش کردیم گفت نه اگر قرار صدای سازی بره خوب سازی، و اینجا پشت صحنه زدن و هنرمندان برنامه اجرا کردن. به هر حال اینم یه نوشه دیگه، در برنامه احتمالاً ما میزبان شما هنرمندان خواهیم بود به زودی، ولی ما همچنان شاگردیم در برابر اساتید که هنوز
و این کار بیزینسی هم شما، من علت که شماره آقای شفیع رو اعلام میکنم چون در رادیو دوستانی که این گفتمان امروز ما رو گوش کردن و به هر حال اکثر شنونده های قدیمی ما بچه هاشون یا ایجنت هستن یا خودشون و خیلی هاشون هم ما ارادت داریم بهشون، ولی مسلماً امروز یک جور دیگه نگاه به قضیه خواهند کرد که وجدانن باید به خریداراشون بگن بازرس خونه بگیرین، بازرس رو انتخاب کنین. این ببینین تو شهر ما خیلی جالب شدیم، ما یک کامیونیتی خیلی شاهکاری هستیم، تا همه همین جورن ها ما مخاطبینمون خورده ولی ما دکترامون هم خیلی ببینید توی بخش علمی و تحصیل کرده یه دفعه آدم انتظار یه چیزایی نداره. هم. مثلا وقتی میگه خونه میگن خب اون معاملات ملکی ایران میاد تو ذهنشون، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجا خرید و فروش ها متفاوته، بازرس و خونه کارش متفاوته، اینجا اصلا نگاه به قضیه یه چیز دیگه است. ولی تو ایران یه جوری دیگه. حالا وقتی میریم سراغ دکترامون دیگه میگیم خب دکترن دیگه، اینا دیگه آخرشن، خیلی خوبه. بعد دکتر ما نسخه‌ای که مریض به مریض میخواد بده نمیده دست مریض، نمیگه حق انتخاب داری کدوم داروخانه، این داروخانه که من میگم باید بری. خب من نمیخوام این داروخانه برم، نه همجا باید بری. دکتر با داروخانه معامله داره. حالا شما فکر کن، خب این دیگه چی به شما میگه؟ این دیگه من نمیتونم همه جوابا رو به شما بدم، ولی انتظار دارم که خودتون بشینین با خودتون فکر کنین. ما در سطح حتی علمیمون هم مشکل داریم، اینجا داریم یعنی نهایت سوء استفاده رو از سیستم میکنیم. حالا ببینین دیگه در خرید و فروش که پول به اون گردنگی خیلی کامیشن میگیرین، نه؟ بزرگیه تو اون همه پول، شما میخواین مثلا همه یه واقعیت هم به شما بگن، خب معلومه که نمیگن. نه بس تو میگین شما ما که میگیم همه. آقا شما که اومدی با اون دیلی که بیشتر از اون پوله درسری که گذاشتی اون همه تخمیم زدی، حالا شما که باید هم واقعیت رو بگی. ولی وقتی پول بزرگی وسط باشه طبیعیه که همه رفتارها عوض میشه. وقتی که پزشک ما بگه مثلا حتما باید برین داروخانه، این میدونی که غیر قانونیه، بعد نسخه رو بدن دست شما. سالها این بحث و جدل رو با دولت اینجا داشتن اینا، ولی هنوزش هم دارن همین کارو میکنن. این درست مثل این مونه که مثلا ایجنت شما بگه این بازرسی خونه. شما یه جاهایی باید حق انتخاب داشته باشین و حق انتخابتون رو باید با دقت و اطلاعات کافی برین. نمیشه بگین حالا اینا همه با هم توی پکیج میاد. من یه دوستی دارم وقتی که میره مسافر از فرودگاه بیاره، همه چی همون تو فرودگاه به اینا میفروشن. آقا بابا هر کسی بهره یه کاریه، هر کسی حرفش یه چیزی، یه شرکتی دارن که قراره فقط اینا رو برن مثلا ون دارن برن اینا رو بیارن، همین وسط را که اینا رو میارن همه کاراشون هم کردن، وام برشون گرفتن، زنشون دادن، خونه برشون خریدن، همه کاراشون کردن، همه چی با هم. خب این که نمیشه خب این چیزی پکیج برمیادن فقط از ما برمیادن یه پکیج که کس نیست. وقتی ما معرفی میکنیم بخاطر اینکه کار ما شناخت این آدم هاست، تو سالها با اینا کار کردیم، میشناسیمشون، حداقل یک مسئولیتی قبول میکنیم. اگه از برای اینکه معرفی خیلی کار سختیه، بله معرفی سخت‌ترین کار، وقتی معرفی میکنیم حداقل یک مسئولیت هم در ارزشی برای حرف خودمون قائلیم، نه اینکه حتما یه پول این وسط گیره همه بیاد. خلاصه همه اینا رو براتون گفتم که اگر در رادیو صدای ما رو میشنوین و قادر نیستین، حالا میگین میدونم زنگ میزنین بابا چقدر این خانم احمدی حرف زد، آخر شماره آقای شفیعی رو نگفت. بله برای اینکه من عادت کردم شماره اون زیر نوشته میشه، عادت کردم فقط ببینم. سالهاست که به هر حال ترک عادت کردم که بخونم، ولی چشم شما درست میگین. بعد از برنامه به من زنگ نزنین، من مخلص همتونم هستم، شماره آقای شفیعی هم به شما میدم. اگر نیاز دارین باشون صحبت کنین، مخصوصا اگر در کار ساخت و ساز سوالی دارین، حالا برای بازرسی خونم نیست، خونه که خوابید الحمدلله تا آخرش هم بیه، ولی فکر نمی‌کنم اگه پیدا کردی بس من چیزی توی ما. 416-877 چه شما روندی داری؟ 45 دقیقت نکرده بودم. خب پس تکرارش میکنیم، شماره آقای امیررضا شفیعی بازرس خانه یا اینسپکتوری که به هر حال همه به شما میگن موقع خرید حتما یه اینسپکتور بگیرین یا این شرط رو بگذارین، شرط اینسپکشن بگذارین، میتونین با ایشون تماس بگیرین. 416
877-45-45. از روز عزیزم که حتما میتونین این شماره رو بگیرین و بینندگان محترمم که روی صفحه تلویزیون مشاهده میکنن. خب جناب شفیع، خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم و حتما هم در برنامه آینده بیشتر شما رو خواهیم داشت. تو این دفعه با سنتورتون بیاین که هم برامون بزنین و هم مثلا میریم داخل خونه ببینیم چه ایرادایی داره. من چند تا بازرسی باهاشون بودم و برای دوستان و بسیارم کارشون برای خودت میگفتم با دقت خوب و بعد دیگه انقدر حساس و خوبه که دیگه من صدام در اومده بود که آقا بی خیال شو اینا رو. ولی خب اونا فکر کنم نگاه دقیق ساخت و سازته دیگه. بله، خارج از دستگاه هاست. به هر حال من چون به دیتیل های ساختمانی اشراف کامل دارم و یه ترکیبی از تکنولوژی با اون علمی که دارم نسبت به کارهای دیتیلینگ کمک میکنه که تا حالا خدا رو شکر اینسپکتورام موفق بوده و موردی نداشتم که شرمنده کلاینت یا اون ایجنتی بشم که منو هایر کرد. به هر حال من فکر کنم دیگه انتهای برنامه. بله بله، خیلی ممنونم خانم احمدی، از شما و خانم رضایی. واقعا اولین باره که داره به بحث اینسپکتوری توجه میشه. این خیلی مطلب مهمیه. من اولین باره که میبینم یک رسانه اینقدر حساس روی این مسئله که بسیار اهمیت داره و میتونه یک ضرر هنگفتی رو به خریدار بزنه، و همجور اولین باره که من میبینم یک ریال استیت نسبت، چون اکثر دوستان ریال استیت خیلی میونه خوبی با اینسپکتورا نداره چون دیلاشون به هم میخوره دیگه، و من اینجا امکانه به هم خوردن دیل هست دیگه. خانم رضایی چقدر اهمیت میدن به این، همیشه در برنامه‌اش میگه، همیشه مشوق من بود که خیلی مهمه که خونه اینسپکتور داشته باشه. بله، خیلی متشکرم از صدای ایران و تصویر ایران در مجموع از خانم احمدی که این موقعیت رو فراهم کردند که من بیام و راجع به بازرسی ساختمان صحبت کنم. فکر میکنم که با یکی شماتیک کلی که امروز از بازرسی ساختمان گفتیم دوستان به اهمیت قضیه پی بردن. اگر باز دوستان از سر رو تقدیم کنن دیگه ما مشکل خودشون، مشکل خودشون باشه کنیم دیگه. در خدمتتون هستم. لطف کردین آشفی، مرسی از وقتتون، مرسی از اطلاعات رو راستیتون، و مرسی اینکه جزو هموطنان خوب شهر ما هستین. همچنان خوب باشین و سلامت باشین. میریم با هم کم کم به استقبال سال جدید میلادی، چون همه امیدواریم که این چمدون پرماجرای امسال بسته بشه و بره. سالی بود و عجب سال، و برعکس اسمش که باید 20 می بود اصلا هم 20 نبود، اصلا هم نمرش 20 نبود و هیچ هم خوب با مردم تا نکرد. ولی امیدواریم سال 21 21 عدد برنده است رو میز برای قماربازا. شما قمار میکنین؟ من نه. برای قماربازا عدد 21 عدد به هر حال خوبیه، و امیدواریم که در قمار زندگی، به هر حال زندگی خودش یه قماره دیگه، حتما قماری که نباید سر میز باشه. کازینو رو بستن نه؟ من فکر میکنم بسته باشه. همه جا رو بسین که بستن. ای آنلاین بلد بود، من دیگه بلد نبودم، بلد بود. تا 24 ژانویه تعطیل شد، از 26 به مدت 28 روز. شما رو هم بستن نه؟ بسته ایم، ما یک ماه بسته ایم. شما که از هم کلن چند ماه رفتی خوش خوشان و مسافرت. از 21 نوامبر تعطیل شدیم و به مدت 28 روز و دوباره 28 روز بعدی تمدید. صدای خیلی از بیزینس ها در اومده، ولی خب به هر حال آقای داکفورد تصمیمش، یعنی به هر حال بهترین چیزی که فکر میکنه حق انتخاب اول و براش داره سلامتی مردمه، و میگه سلامتی مردم از همه چی برای من ضرورتش بیشتره، و درست هم داره میگه. به هر حال حرفش منطقیه و پزشکان بیمارستان ها بهش خیلی فشار آوردن، چون بیمارستان ها دیگه جا ندارن. بله. جا ندارن و اصلا مردم دیگه از ترس کرونا مریض نمیشن، این مرض دیگه نمیگیرن. اگه کرونا نگیرن چیز دیگه شون نمیشه. اگرم بگیرن دیگه هیچ چیزی نمیشه. اتنشون که بیمارستان نمیتونن برن چیزیشون نمیشه. ولی خب واقعا خیلی سخته، حالا همین دو جمله نمی گنجه، سخت، شرط خوبی نیست، ولی صبر کنیم، صبر کنیم، این چند روز آخر سالم بگذره، به استرس
جدید بریم ببینیم که چه میشه. ولی هموطنان تو رو خدا هم رحم کنین، به هم رحم کنین. این پوله انقدر خودش کثیفه که دیگه از این رو هم به دست بیاد خیلی بدتر میشه، دیگه هر جوری هم بشورینش پاک نمیشه. به هم رحم کنین تو هر معامله، تو هر کاری که دارین با وجدان و درست. والا برای همه جا هست، برای همه هم در میاد. کار کنیم که مثل شرایطی که ما میبینیم نشه و مدیون هم دیگه نشیم. اینقدر مدیون این روزگار میشیم که دیگه به هم دیگه مدیون نشیم. دوستان خوب ما هم هستن، هر کدوم دوست داشتین تماس بگیرین و حتما هم در این موارد به شما من مطمئنم که کمک خواهند کرد و مشاوره رایگان خواهند داشت. با جناب شفیعی خداحافظی میکنیم، یک بریک کوتاه میگیریم، با روز عزیز برمیگردیم، خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. خدا نگهدارتون باشه، خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی متشکرم خانم رضایی، خواهش میکنم. سال بسیار خوبی را برای شنوندگان و بینندگانتون آرزو می‌کنم. متقابلا برای شما. خواهش خاطر را با روز تی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری.